بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه آغاز هفته است و 11 سپتامبر 2017 است، برابر است با 20 ارزم بزرگ شما شهریور. و این 20 شهریور هم خودش تاریخ مفصل و بزرگ است. امیدوارم بتونیم امروز یه اشاره‌ای هم به این ماجرای 20 شهریور بکنیم و اشغال و ماجرای خروج رضا شاه از ایران و وقایع بعد از اون. با پوزش از اینکه نتونستیم برنامه خانم عسکری رو درست به موقع انجام بدیم، علتش این بودش که دوستان میرن سفر و در سفر یه ذره مشکله، اگر که مسلط نباشی به اوضاع و احوال کامپیوتر و این داستانها یه قدری کار میپیچه به هم دیگه. بنابراین این خانمم بسیار تقلا کرد، خانم عسکری متاسفانه نشد، ولی خوشحالم برزت برسونم که به حال در این لحظه میتونیم مثل هر جمعه خدمت جناب، مثل هر دوشنبه پریشان احوالی، به خاطر اینه که وقتی برنامه درست انجام نشود آدم میپاشه به هم و قدی به حال مسلط نیستیم به اوضاع. عرضم به حضور شما که مثل هر دوشنبه در این ساعت میریم خدمت آقای روحانی، عرض ادب و احترام میکنیم. اجازه بده که بر اساس دستورالعمل آقای شاهین‌پر یه سلام بکنیم به آقای روحانی و خوش آمد بگیم. آقا من به شما سلام میکنم آقای روحانی. آقای بهبهانی، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، خدمت هموطنان بزرگوارم که صدای منو میشنوند عرض ادب دارم. من هم مثل خانم عسکری به سفر، در سفر بودم، در سفر هستم و عرض کنم که آره مشکلات ایجاد میشه. دلیلش هم این هستش که ماها بلد نیستیم، این شغل ما نیستش و اشکال ایجاد میشه. ما رو هموطنان عزیز به دلیل نداشتن امکانات خواهند بخشید. عرض کنم که این سفر برای من یک کارآموزی خیلی خوبی بود، در خدمت همکاران، بیشتر همکاران شما، بسیاری از مبارزین بودم در پاریس، در یکی از مراکز فرهنگی که با سختی هموطنان ما در تاریخ در پاریس، در شهر کرتی با زحمت عرض کنم که اداره می کنند، پایگزارشم عرض کنم که شادروان هوشنگ کشاورز بود و کتابخونه‌ای هستش و اینها، اینا دعوت کردن از پیش کسوت بزرگ مطبوعات ایران، فرزند خاندان توفیق، دکتر عباس توفیق، عرض کنم که هم حقوقدان، استاد روزنامه‌نگاری و در اونجا ایشون عرض کنم که راجع به مسائل مربوط به تاریخ توفیق و تاریخ طنز و اینها، به هر حال در یکی دو ساعتی که صحبت کردن ما کلی چیز یاد گرفتیم. من قبل از این که راجع به این جلسه براتون صحبت کنم، میخواستم عکس این کتابی رو که جدید در آمده در مورد توفیق رو نشون بدم خدمتتون. عنوانش هست چرا توفیق را توقیف کردن، به قلم دکتر عباس توفیق. بسیار بسیار کتاب خوبیه، خیلی خوبه، عرض کنم حضورتون که خیلی قابل استفاده است. خیلی از حقایقی رو در دوران گذشته وجود داشته با سند، با تحقیقات، عرض کنم که کتاب مفصلیه، پر سنده. این آقای دکتر عباس توفیق یک مقاله که نمیتونم بگم، یک مقاله تحقیقی خیلی خوبی نوشتن در مورد رفراندوم ایام مصدق و انطباقش با قوانین. من اون رو خونده بودم، آقای دکتر رو قبلا نمیشناختم، ارادت پیدا کردم از اون طریق خوندن اون نوشته. بعد دیشب ارادت من خدمت ایشون خیلی بیشتر شد، در چند ساعتی در خدمت ایشون بودیم و خیلی چیزا یاد گرفتیم و فکر میکنم که اصلا خودش یک موضوع، یک برنامه، حالا یه روزی راجع بهش صحبت خواهیم کرد. من حالا این کتابم دقیقا نخوندم،
وقت نشد. ولی یه چیز خیلی جالبی ایشون دیشب گفتن، از یعنی چیزایی که همه جملاتی که گفتن درس آموز بود برای ما، برای من خیلی درس آموز بود، استفاده کردم. من اونجا که میرفتم در یه جایی دعوت بودم، رفته بودم عرض کنم که از اون جزوهی که ایشون نوشته بودن در مورد رفراندوم مصدق، رفته بودم یک تعدادی چاپ کرده بودم، میخواستم در اون جلسه تقسیم کنم. صاحب خونه‌ای که داشتم آدم بسیار بزرگواریه، نمیخواستم زحمت بیفته و این بسته رو بگیره و بیاره با من. با چه سختی این بسته رو با خودم بردم به ایستگاه قطار و رفتم به اون محل. توی قطار یه جوان بسیار مؤدبی پیش من نشست و احتمالا فکر کرد من آدم ثروتمندی هستم و احتمالا فکر کرد که این جعبه چیز خیلی مهمی توشه، چون من خیلی مراقبت میکردم و اینا. به من گفت که سخت برای شما اینو من میارم براتون. منم خیلی خوشحال شدم. یه جوان قد بلند بلوندی بود و پیش من گفتم من از این در میرم که نزدیکتر. گفت نه، اون دره نزدیکتره. و اینو گرفت و با خودش برد تو جمعیت و از دور که دیدمش دیدم نه، این عجله داره بره. فهمیدم که این خیال کرد توی این خیلی چیزهای مهمی وجود داره. عرض کنم که این ما رسیدیم به اونجا و اینو نتونستیم برسونیم. به هر حال من دلم برای اون آدمی که این جعبه رو فکر کرد خیلی زرنگی کرده دست من در آقا دلم میسوزه، برای این که نمیدونه که چقدر چیز گرانبهایی برای من بود و چقدر چیز بیبها و خسته کنندهی برای اون. نمیفهمه که چقدر دکتر زحمتیش. به هر حال من رفتم اونجا و این رو با خودم نتونستم ببرم. دکتر توفیق ضمن صحبتاش که همش درس آموز بود، برگشت گفتش که محرم علی خان رو که همه اهل قلم ایران میشناسن، به خصوص در اونجا که اهل قلم زیاد بودن، غالبشون مردمان اهل قلم بودن، دیشب روزنامه‌نگاران برجسته ای آقای احرار اونجا بودن، آقای دکتر آموزگار بودن، خب خود ایشون که آقای دکتر توفیق که استاد روزنامه‌نگاری و روابط عمومی و روانشناسی و حقوق و اینا هستن. به هر حال عرض کنم که کلی چیز که یاد گرفتم. یه چیزی گفت در مورد محرم علی خان. خب محرم علی خان رو همه آدمایی که با تاریخ و مطبوعات ایران آشنا هستن میشناسن. محرم علی خان مأمور بزرگ عرض کنم حضورتون که سانسور بودش و اصلا کلمه محرم علی خان با کلمه سانسور در بین اهل قلم مرادفه. گفت هر روز این می آمد، یعنی هر روز که مذهب هر روز که چاپ می شد می آمد صفحه اول رو خیلی با دقت نگاه می کرد. بعد من یه روز بهش گفتم که محرم علی خان، می گفت روابط با دوستانه بود، اون به عنوان یک مأمور می آمد و ما رو عرض کنم که ما رو از طرف حکومت ما رو اذیت می کرد، آزار می رسوند، جلوی کارمونه می گره. من یه روز گفتم که محرم علی خان خاطرات بنویس، من 10,000 تومان از این می خرم خاطرات. گفتش که نه نمی‌نویسم. مصباح‌زاده از من 20,000، دکتر مصباح‌زاده از من 20,000 تومان می‌خره اینو. گفتم خود فرقی نمی‌کنه، چاپ بکن، این خوبه، بذار دکتر به مصباح‌زاده بده. گفت نه نمی‌کنم این کاره. گفتم چرا؟ گفت آخه کار من آزادی کشی و خفقان و ایناست و نمی‌خوام این کارو بکنم. یاد این آدمایی افتادم وقتی که این خاطره محرم علی خان و اقرارش رو، حداقل شرمندگیش رو در مقابل وجدانش احساس کردم. یاد این آدمایی افتادم که این روزا ولکن نیستن، همینجور صبح تا غروب دارن یزد ملت ایران رو با شخصیتی به اسم یزدی چی میکنن. من نمیخوام خیلی از در مورد آدمی که رفت از این دنیا حرف بزنم، ولی این آقا خودش توی یکی از این خاطراتش نوشته است که توی آمریکا یه آخوندی آمده بود، تو هم ولایتی ایشون بود احتمالاً هوستون تگزاس نمیدونم، اونجا آمده بود و به جوونا میگفت، به جوونایی که توی انجمن دانشجویان مسلمان بودن میگفتش که دخترای آمریکایی، زنای آمریکایی، دخترای آمریکایی حلالن، هیچ به صیغه هم ندارن. و خب آدمی که میشناخت این جماعت رو
عرض کنم که آمد و با اینا همکاری کرد و هیچ وقت حاضر نشد عذرخواهی بکنه از مردم ایران. دیگران کردند. حالا یه عده‌ای صبح تا غروب مشغولن به تعاریف و نمی‌دونم عزاداری و گریه و زاری و اینا چیزایی می‌نویسن که اصلا آدم باورش نمیشه. البته انشاشون خوب، این آدمایی که اینجوری می‌نویسن مظهر صداقت، مظهر نمی‌دونم شرافت، مظهر دینداری، یک مظاهری از این آدم درست کرد که خدا میدونه. بعد واقعا دلم برای این آدمایی که این کارا رو میکنن هم میسوزه، چون اینا با این کار رو یه کسی به من زنگ زد کلی عرض کنم حضورتون توپش پر بود، حالا من اون موقع بهش جواب ندادم. یه دوستی داشتم که به من یک اصطلاح فرانسوی یاد داد، گفتش که عرض کنم که همیشه صبر بکنی فردای صبح پاسخ بهتری خواهی داشت و خشم جلوی پاسخ درست رو خواهد گرفت. من خیلی عصبانی شدم ولی چیزی نگفتم. از من انتقاد کرد به خاطر اینکه مثلا 15 روز پیش من از یکی از پیشکسوتان به نیکی یاد کردم، از فرزندش حمید صبی به نیکی یاد کردم، گفت تو اونجا نشستی به این اون نون قرض میدی. و گفتم، نگفتم اون موقع چیزی، خیلی چیزها گفت، این که نمیدونم توی دیگه حساب رو همه رو قاطی کرد، همه چیزهایی خیلی با خشونت و عصبانیت که شماها میرین در پاریس هم کلاس تو فلان کس، هم نمیدونم همکار تو یکی دیگه، هم رزم تو در شورا نمیدونم رفتن اونجا جلسه درست کردن نمیدونم در مورد یزدی و شما تو اونجا نشستین نمیدونم اینا رو چی نمی کنیم. بابا آخه کار من که این نیست که اشخاص رو به راه راست هدایت بکنم، من ممکنه از اینون انتقاد بکنم. ولی گفت مثلا نزیح فلان کار کرد. من بهش گفتم با خجالت نمی کشی در مورد نزیح اینجوری صحبت؟ گفت آخه این از پایه‌گذاران نهضت آزادی بود. گفتم هر چی بود نزیح 10 روز 20 روز بعد از این که خمینی آمد در کنگره سراسری وکلا 20 روز هم بیشتر شد شاید ببینم بهمن اسفند بعد در اردیبهشت برگشت گفت که این اسلام نه به درد میخوره نه مقدوره نه فنان. حالا این آقا رئیس بعدا هم شد رئیس شرکت نفت، باز هم گفت من دیگه چه میبایست بکنه. اون آدم عرض کنم که در سن مثلا 56 سالگی تبعید رو به جان پذیرفت، از جانش مایه گذاشت، چی کار میداشت؟ ولی چه گناهی کرده که مثلا چه میتونه عضو مؤسس نهضت آزادی بوده؟ این کاری رو که میبایست بکنه پیش کسفت ما کارشو کرده. و حالا خوبه که تو یادت باشه که شهریوره و در شهریور این آدم فوت کرده. من هم هیچ ارتباط سیاسی هیچ وقت با ایشون نداشتم، در جمعیت حقوقدانان با هم فعال بودیم، پشت سر ایشون حرکت می‌کردم میگم فعال با هم فعال بودیم خلاف حکومتنی و هر حال ایشون پیشکسوت بودن و ما جوان بودیم ایشون پیشکسوت ما بودن. و عرض کنم که در تبعید هم من چند بار 4-5 بار ایشون دیدم. یه بارم که آمده بود خمینی رو از ایران آمده بود خمینی رو ببینه، ایشون رو افتخار داشتم در خدمت چون دعوتشون کردم و عرض کنم حضورتون که با هم یه خاطره ای هم در این مورد داریم که بعدا یه روزی انشالله خواهم گفت. ولی این آدم ایستاده عمل کرده، هدایت متین دفتری عرض کنم حضورتون که بیش از همه ایستاده. رفته بودم توی اسنادم ریدا کردم یک سندی رو که بایستی به آقای متین دفتری هم بدم، یک اعلام جرمیه که این اعلام جرم میخونم بعد میریم سر بحث. یک اعلام جرم خیلی نیست، اعلام جرم علیه حسن نظیر و متین دفتری کیهان 3 تیر 58، یعنی 4-5 ماه بعد از این خمینی آمد سر کار. 4 علی فروزانی وکیل دادگستری و عضو وکلای مسلمان متحد طرفدار جمهوری اسلامی طی ارسال نامه‌ای به دادسرای انقلاب اسلامی و وزیر دادگستری علیه حسن نزیه و هدایت متین دفتری اعلام جرم و خواستار سلب صلاحیت و انفصال ابد از شغل وکالت در مورد نامبردگان شده است
در قسمتی از اعلام جرم بعد از ذکر مقدماتی آمده است: انتخاب کانون وکلا در مورد انتخابات هیئت مدیره آن که در زمان طاغوت و به حمایت طاغوت و دار و دسته‌اش انجام شده وجه شرعی و قانونی ندارد و اصولا صرف هر انتخابی که مربوط به زمان طاغوت باشد به جهت بدیهی بودن نادرستیان احتیاج به استدلال ندارد. بعدم میگه مردم باید بدانند که انتخاب مجدد حسن ندی به ریاست کانون وکلا که اخیرا در مطبوعات انعکاس داشته، این وکلای دادگستری به ایشان رأی ندادند بلکه دار و دسته چند نفری به که بیش از 7 نفر نیستند در همان هیئت مدیره دوباره او را به ریاست ابقا کردند و این مسئله هرگز به خاطر مردم شریف ایران نیاید که چرا وکلا دوباره به ایران رئیس کردند. این ارتباطی به وکلای دادگستری ندارد. حالا دلیل اعلام جرم، در اعلام جرم علیه حسن نظیر و متین دفتری به موارد زیر اشاره شده: توهین حسن نظیر و متین دفتری در کنگره سراسری وکلاش فراموش کرده به امام خمینی و مردم ایران، مبنی بر این که عین جمله داخل گیومه اسلام نه مفید است نه ممکن است و نه مقدور، امام را به داشتن کاسه گدایی متهم نموده، گفته است که استعمال کلمه مستضعف از طرف امام توهین به مردم است، زیرا ما میلیون ها تومان پول داریم. این حرفی خودی هم چه حرفی، من نفهمم. مردم را در آن کنگره به گاو و گوسفند تشبیه کرده و هر گفته مردم را نمیفهمند. عرض کنم که من فکر میکنم اون دوست عزیزی که با دقت به حرفای من گفت گوش میکرد یک بار دیگه با دقت به این حرفا گوش کنه و همه چیز رو قاطی نکنه. محاسبات سیاسی و اختلافات سیاسی و اینا جای خودش داره، اصول و پرنسیپ ها جای خودش داره. آره آقای ندی از مؤسسین نهضت آزادی، ولی فراموش نکنید که گفت نه ممکن است نه محدود است و نه مفید، و اینو ما به گوشمون تو کنگره شنیدیم. این مسلمانان متحدی که قبلا بعدن رفتن چک نهدین های خامنه‌ای رو لیسیدن و مردم رو به این روزگار انداختن، عرض کنم که خودشون اقرار کردن و اعلام جرم کردن و حیفه که ما اختلافات سیاسیمون رو با حق داریم اختلاف سیاسی با هم داشته باشیم، با کارنامه های واقعی مردم قاطی نکنیم. آقا این دستگاه من افتاد قطع نشد و در هر حال عرض کنم حضورتون که ما در روزهایی داریم نگاه میکنیم که این داستان پر درد و پر خون هموطنان کرد ما کولبران ابعاد عجیب پیدا کرده. مردم به خیابون ها ریختند که چرا میکشید نکشید، و سپاه پاسداران که حدود 30 میلیارد خودشون میگن، اسنادشو خودشون چاپ میکنن، خودشون میگن برادران قاچاقچی، حرف ما نیستش، حرف اصلا رئیس جمهور منتخب خودشون که طرف آقای خامنه‌ای هم ازش هواداری میکرده، گفت برادران قاچاقچی. برادران قاچاقچی این گرسنگان رو عرض کنم که مثل پرندگان مزاحم، مثل معذرت میخوام جسارته، مثل کلاغ از دور میزنند این مردم غیر مسلح رو، غالبشون هم جوان هستند رو میکشن. این قتل عمده. من امیدوارم که صدای منو به عنوان حقوقدان به تک تک آدمایی که مجری این دستورات هستند و به فرماندهان اونها برسونه که این قتل عمده، کشتن آدم غیر مسلح، عرض کنم حضورتون که قتل عمد محسوب میشه و حتی به موجب قوانین جنایتکارانه این رژیم تک تک اینها قابل تعقیب هستند و روزی روزگاری مردم به حساب از اون بالا تا پایینش میرسن. ولی امیدوارم در اون روز مردم حق این دشمنان رو هم رعایت کنند. ما دنبال عرض کنم که به دار کشیدن شیخ فضل‌الله نیستیم. ای کاش که شیخ فضل‌الله وکیل داشت. ما حق دفاع اینها رو هم بایستی تأمین کنیم. در هر حال مصائبی که مردم رو به شورش وادار میکنه
یکی دو تا ده تا صد تا نیست، خیلی زیاده. من یک بخش کوچکیشو اینجا نوشتم. میگن که زندان اوین امکان رسیدگی به این اعتصابیون، ببخشید، زندان ها امکان رسیدگی به وضع اعتصابیون نداره. یه گزارش من خوندم نوشته که اوین با داشتن بین 7000 5000 تا 7000 زندانی، دو تا طبیب داره در روز، یکی در روز یکی در شب، در حالی که آمار رو که نگاه بکنید، حالا مسئله بهداشت و بهداری زندان ها در تمام دنیا جدیتره، برای اینکه اینها نور نمیخورن، اینها در شرایط روانی بسیار بدی هستن، جمعیت معمولا میزان عرض کنم که مساحتی قابل سکونت برای اینها در همه جهان کمه، آفتاب نمیخورن، غذای کافی ندارن، در وضع روحی مناسبی نیستن، در شرایط طبیعی حیات نیستن، آزادی ندارن و آدم های گوناگونی قاطی میشن با هم دیگه و انواع و اقسام مشکلات رو به هم دیگه اصلا منتقل میکنن، چون این معلومه که یه آدم عصبی در بین جمع کل جمع رو عصبی میکنه، همینطور یه آدم عرض کنم که شاد وارد یه جمعیت میشه تأثیر میکنه به حضورش. به هر حال اینها در این شرایط غیر طبیعی هستن. حتی اگر در شرایط طبیعی بودن، ما در ایران نظام پزشکی اعلام کرده یه چیزی حدود 214,000 نفر در نظام پزشکی هستن. دندان پزشک هستن، نمیدونم پزشک هستن، پزشک متخصص هستن، پزشک عادی هستن. به مردم به طور چی؟ به طور متوسط برای هر 1400 نفر یک دونه طبیب میرسه. اینها حداقل دو برابر مردم عادی احتیاج دارن، یعنی هر 700 نفر اینا یک دونه طبیب لازم داره. حداقل باید که اونجا 5 برابر طبیب وجود داشته باشه تا به 7000 نفر برسه، حداقل طبق استانداردها باید که یه همچین رقمی در اونجا طبیب وجود داشته باشه و وجود نداره. میگن که این آقای علیرضا رجایی در اونجا دچار کسالت شد. چطور اینهایی که این حرف رو میشنون یک بار حاضر نیستن نگاه کنن و ببینن رژیمی که مورد حمایت اینها، اینها میخوان اصلاحش بکنن، هر روز آدم میکشه، حتی آدم هایی رو که اصلا با رژیم سر معارضه ای ندارن، لااقل در نمیشه تشخیص داد که معارضه دارن. یه عده آدمی هستن که برای امرار معاش عرض کنم وجودتون که توی مناطق مرزی کولبری میکنن و اینها رو میکشن، چرا یک دونه از اینا صحبت نمی کنن؟ ما خیلی خوشحال نیستیم که این آقا در اونجا بیمار شده، میدونم به سرش لطمه خورد، به صورتش لطمه خورد اینا، ولی چرا اینا توجه نمی کنن که در بسیاری از مناطق ایران یک دونه پزشک نیست که به اینها به مردم رسیدگی بکنه؟ در بسیاری از مناطق ما حدود 40% از پزشکان کشور در تهران هستند، که تهران در تهران بزرگ که 40% پزشکای ایران در اونجا هستن، غالبش هم تو مناطق مرفه شهر کار دارن، تو دفتر دارن، دستک دارن، تو بیمارستان ها هستن. و اینا بقیه مناطق کشور که حدود 60% جمعیت، 65% جمعیت رو ببخشید، میگم 65%، تهران 15% داره، 85% جمعیت داره. بقیه جمعیت مردمی هستن که بایستی از بقیه بالا نسبت ها رو نگاه کنید، یک نفر یک بار راجع به این قضیه اعتراض کرده که در سیستان و بلوچستان چجوری مردم دسترسی به پزشک داشته باشن. حالا این آقا به هر حال عرض کنم که در امکانات وجود داشته که آمدن عملش کردن و فعلا جانش نجات دادن. ما از این جنایتی که رژیم علیه ایشون کرده عرض کنم که ابراز نفرت میکنیم، ولی اگر حقوقی وجود داره خود ایشون باید داشت در روزنامه نگار هم هست. عرض کنم حضورتون که خودی ایشون باید صداش در بیاد که چرا راجب بقیه صحبتی نکنه. ما راجب روزنامه‌نگارا الان صحبت کردیم، راجب سانسور صحبت کردیم،
که در خدمت آقای توفیق بودیم، یادمون باشه که یه روزنامه نگاری رو همین روزا، حالا اسمش هم دقیقا یادم نمیاد، میگن داماد سردار نجات، سردار نجات بعد از این که این متهم شده، اینو از دختر تلاش کرده دخترش طلاق بگیره، از این دختره طلاق گرفته و الان هم این روزنامه نگار رو محکوم به اعدام کرده، محکوم به اعدام کردن این روزنامه نگار به خاطر کارش بوده، برای اینکه آقا مشتبه و دار دستش رو که توی قضیه زنجانی دخالت داشتن رو احتمالا یه جایی راجع به این مسئله صحبت کرد. ولی این اصلاح طلبان و روزنامه نگاران خارج کشور حاضر نیستن از این همکارشون که مغضوب رژیم هست اسم ببرن، میگن یکی دیگه مریض شده، نمیدونم تو اونجا بهش رسیدگی نکردن، بعد یه همچه اتفاقی افتاده. من نمیفهم اون یکی دیگه، این آقای روزنامه نگار دیگری که محکوم به اعدام شده، چرا صدا اینا در نمیاد، چرا اسم اینو نمینویسن، چرا انشا نمینویسن؟ اینا صبح تا غروب الحمدلله انشاشون رو من میخونم، انشاشون هم خیلی خوبه انشاشون، چرا از این انشا نمینویسن اینا؟ من در مورد کوب بران صحبت کردم، یادم باشه که وقتی به شرایط زندگی مردم رسید میرسیم و اگر مورد بحث امشب من قرار بگیره در مسائل داخلی، حتما به یکی از پدیده های عجیب و غریب فقر اشاره کنیم. حتما این کار رو خواهیم کرد. اما من روز جمعه اینجا که برابر بود با 17 شهریور تلاش کردم که توضیحی بدم، نمیدونم تا چقدر موفق شدم که این پیام خودم رو برسونم، و اون این که مثال زدم که در 17 شهریور 57 چگونه میدون ژاله رو به دروغ اسمشو کردن میدون شهدا و اعلام کردن که در اون میدون 3000 آدم کشته شدن، 10000 آدم کشته شدن، اصلا ارقام عجیب و غریب بود. یا اینکه فرض کنید که محمد رضا شاه با هلیکوپتر از اون بالا خودش اومده با مسلسل مردم رو به گله بست. اینا در حقیقت اوهامی بود که در اون روزها به وسیله رسانه‌های خارجی مثل بی بی سی و غیره منتشر میشد در جامعه و مردم رو تشویق میکرد به اینکه فردا نمیدونم چهلم اون است، چهارشنبه فلان است، از این مزخرفات، و به درستی انجام دادن و موفق هم شدن. ولی ما نگاه میکنیم قریب 40 سال بعد در 17 شهریور سال 96، دقیقا 39 سال بعد از اون، در کردستان آشوب است، مردم در سنندج، در بانه، در مریوان، در خیابان ها هستند و حتی یه نمایش های خیابونی درست کردن که من در فرصت اون فیلم ها رو نشون خواهم داد، که یه کوله بر یه نان بزرگی رو به عنوان یه وزنه بزرگ، یه شکل نون باگتی چیزی درست کردن که این کوله بره داره حمل میکنه و با چه سختی این نون رو میخواد برای خودش بیاره به خانه. شما لام تا کام نمیشنوی که این رسانه های بزرگ که صدای پهنی هم دارن اصلا گوشه یه چشمی به این ماجرا داشته باشن، شاید در یه جایی، در یه صفحه‌ای، در یه خط ریزی، یه گوشه‌ای یه چیزی می‌نویسه برای رفع مسئولیت، و این بر عهده ما مردم است به نظرم که قیام کنیم، بایستیم در مقابل این و ازشون بخواهیم و این رو بین مردم ببریم، توضیح بدیم که آگاه بشن. یکی میگه آخه تلویزیون شما نمیدونم کار سیاسی میکنه، گفتیم آقا کار سیاسی رو حزب میکنه، تلویزیون کار سیاسی نمیکنه، تلویزیون کارش اطلاع رسانیه، تلویزیون کارش روشنگریه، آگهی دادنه،
چه آگهی مربوط به مسواک خمیردندون باشه، چه آگهی مربوط نمیدونم به هر چی باشه، آگاهی رسانیه. کار رسانه آگاهی رسانیه. این آگاهی میتونه در زمینه مسائل تجاری باشه، چون خمیردندون و مسواک بفروشه، اونو معرفی کنه به شما، آگهی راجب اون پخش کنه، میتونه راجب مسائل اجتماعی آگهی پخش کنه. این تفاوت بنیادیه که خود این نظام اهریمن با خلط کردن در مباحث، با قلب واقعیت، با تغییر موضوع مرتب در جهت انحراف افکاره. گفتم 17 شهریور رو در نظر بگی، 17 شهریور امسال هم در نظر بگی، از خودمون بپرسیم چرا حرف نمیزنه راجبش، چرا نمیگه درد مردم رو، چرا راجب این موضوع حرف نمیزنه. الان یه عکسی رو گذاشتم روی صفحه اول، برید نگاه کنید، نشون میده که تمام روحانی همه فامیلش رو کرده دولت، اون خارزادشه، اون برادر زن حسنه، اون دخترداری حسینه، اون نمیدونم پسرموی نمیدونم حاج حسنه، همه اینجوریه. مردم در صحنه نیستن و همینجور این داستان ادامه داره. و تا زمانی که ما مردم در حقیقت روشن نشویم و آگاهی رو نتونیم حذف کنیم و توضیح کنیم، در بر همین پاشنه میچرخه. شما میشنوم مطلبتون رو راجع به مسائل معیشت مردم در حقیقت، وضع مردم. بفرمایید. عرض کنم که منو بردید به 17 شهریور. واقعیت اینه که من در اون روز در تهران بودم، یعنی من در پاریس، عرض کنم که مشغول تحصیل نکردم بودم، فعالیت سیاسی میکردم و با یک انجمنی، کمیته برای دفاع از حقوق پیش، برای دفاع و پیشبرد حقوق بشر در ایران، عرض کنم که همکاری داشتم، چون ارتباط داشتم با وکلا، با وکلای ایران، قانون وکلا، جمعیت حقوقدانان ایران، یه نوع عرض کنم که عامل ارتباطی بودم بین اون انجمن، که فکر میکنم آقای بنی صدر توش هم بود، آقای جن حکمت بود، آقای حسین ملک بود، عرض کنم که شادروان حسین ملک، دکتر پیشداد بود، به هر حال اینا خیلی اونجا بودن، آقای بیژن حکمت بود. و عرض کنم حضورتون که من که اخبار اون روز رو شنیدم، وقتا نزدیکی های میدان ژاله هم رفتم، مردم میرم که از اون حادثه فرار میکردن، دیدم، اخبار رو هم شنیدم، با همه اغراق هایی که تو اون اخبار بود، به دلیل اینکه امکان اطلاع رسانی درست و اعتماد بین مردم و حکومت وجود نداشت، کاملا پذیرفتم. دیشبم که در خدمت دکتر توفیق بودیم، بدبختی های ناشی از این که اطلاع رسانی درست نکردن این تو نوشته بکنیم، مردم که مطالباتی دارن، ناراضی هستن، آره دچار اغراق میشن، این اغراق رو هم منعکس میکنن در اون شرایط بین المللی. هم عرض کنم حضورتون که این اخبار خریدار داشت، اون موقع کنفدراسیون هم بسیار بسیار قوی بود، اونها هم ضد قدرت بودن و این اخبار رو منعکس کردن. من خودم واقعیتش این هستش که وحشت داشتم از کشور خارج بشم، برای اینکه تو این پرونده های دانشجوها توی دادگاه های گوناگون دفاع کرده بودم، مغضوب بودم. عرض کنم که اون شبی هم که این اتفاق مربوط به سینما رکس آبادان می افتاد، رفته بودیم بهشهر برای دفاع از، عرض کنم که، اشخاصی که تظاهرات کرده بودن و اینا، به هر حال در موقعیت بسیار پرتنشی بودیم و گفته بودن که میگیرن همه رو دستگیر میکنن، میگیرن و میبرن، قراره که ببرن نمیدونم جزیره نمیدونم کجا بود، 4000 نفر رو بگیرن اینا. من به هر حال منباب احتیاط یک امکاناتی وجود داشت، با من آمدن، یک
افسری با من آمد که تو فرودگاه که اول بره ببینه من میتونم خارج بشم یا نه. خوشبختانه خارج شدم. وقتی به پاریس رسیدم فکر میکنم از طرف اون کمیته دفاع از حقوق دفاع از حقوق بشر در ایران فکر کنم من معرفی کردن به تلویزیون یک فرانسه و من بلافاصله رسیده نرسیده رفتیم به اون تلویزیون و فکر میکنم بخش مهمی از اون اغراق ها رو اون شب در اون تلویزیون گفتم. البته عرض کنم حضورتون سخت متاثرم بودم، سخت عصبی هم بودم، ولی این گناه مردم نیست. مردمی که مطالبه دارن و مطالباتشون جواب داده نمیشه. آره راست میگیم، در دشمنی اغراق و مبالغه هم میکنن. یکی از بسای دشمنی هاشون درست کردن شایعاته، چون آزادی بیان وجود نداشت. اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه علیه قانون اساسی قیام کرده بودن. حزب واحد رستاخیز درست کرده بودن، کودتای 28 مرداد کرده بودن. مردم با این آقا خورده حساب داشتن. این خورده حساب تبدیل شد به حساب گنده. البته سیاست‌های خارجی هم قطعا به موقع ازش استفاده یا سوء استفاده کردن. ولی اینکه ببخشید کلام جانم، من فکر نمی‌کنم تو کلامم صحبتی از نقش مردم کرده باشم و بگم مردم چنین موضوع بیان کردن. عرض کردم که رسانه های خارجی که پهنم هستند، بزرگم هستند، از جمله بی بی سی که در اون روزها فعال مایشا بود راجع به موضوع حرف زد، ولی امروز راجع به وضعیت کولبرا حرف نمیزنه. مردم اصولا تو دیدگاه من، مردم اسم اولا یک کلمه عامه، معنای نداره مثل انسانه، کلمه عامه. و بعد هم بهش میگه توده بیشکل، نه چیزی داره نه اصلا اون چیزی که اینو خط میده، ربط میده، مسیر براش تعیین میکنه، اون رو باید هدف قرار بدیم. مردم که دارن زندگیشونو میکنن. همین رو خواستم توضیح داده باشم. بفهمید. منم از کنم توجه داشتم که شما مردم رو متهم نکردیم. درست، حرفتون کاملا درسته. من همینجا میخوام به این اشخاصی که اخیرا مدام شده میگن که من سیاسی نیستم، من عضو هیچ حزب سیاسی نیستم، این که انسان حیوانی سیاسی یه تاریخ 2500 ساله داره. اگه ما این حقوق از خودمون سلب بکنیم، اعلام بکنیم، چیزی بر خودمون اضافه نمی‌کنیم، از خودمون کم می‌کنیم. این که میگن شما در میهن تیوی کار سیاسی می‌کنید، اگر بکنید خیلی خیلی خوبه. من نمی‌دونم چرا میگن. مثلا همین الان که من دارم حرف می‌زنم، این فعالیت من چیه؟ فعالیت سیاسیه. شما از به من اجازه میدید من اونجا حرف بزنم، به من برای من امکان فعالیت سیاسی فراهم می‌کنید. کار سیاسی باید انجام بشه. بازم یکی از اختلافاتی که آقای دکتر توفیق دیشب گفتن، اینقدر چیزها در اونجا گفتن که من چه میدونم، یک صدر شو الان نمیتونم براتون بگم. گفتن که هویدا ما رو متهم میکرد به اینکه ما کار سیاسی میکنیم، کار مطبوعاتی نمیکنیم. کار سیاسی کردن بی احترامی به آدمها نیست، احترام به آدمها. آدمی که در سرنوشت خودش دخالت میکنه، در سرنوشت جامعهش دخالت میکنه، آدم مسئولیه و کار خوبی میکنه. اگه شما کار سیاسی میکنید در اونجا، کار بسیار بسیار خوبی میکنید. به نظر من بایستی اون اشخاصی که این حرفا رو میزنن برای شما امکانات فراهم بکنن، مسئولیت های خودتون رو، برای اینکه شما بتونید وظایف خودتون رو در مقابل جامعه انجام بدین، بایستی که اون اشخاص احساس مسئولیت کنن و به کمک شما برسن. من تعجب میکنم این اشخاص چرا مثلا استفاده از حقوق سیاسی جزء حقوق طبیعی آدمی هستش، این رو مثلا کار بدی میدونن. نمیدونم اینا یا نمیدونن این چیزا رو، نه نادانن. آقا جان ببخشید، من اعلام میکنم این اشخاص سوء نیت ندارن، نادان. برای اینکه مگه میشه آدم موجودی که در جامعه زندگی کار سیاسی نکنه؟ حتما کار سیاسی میکنه.
همون خانومی که اصلا نفری میکنه آرزوهاشو در گوش همسایش مثلا میگه خدا ذلیلش کنه، بازم داره کار سیاسی میکنه، تبلیغ میکنه نظر خودش، دعا میکنه کسی رو مثلا میگه خدا پدر فلان کسی بیامرزه. ممکنه شما اعتقاد به خدا نداشته باشید، ولی این داره عواطف و احساسات خودش رو تبلیغ میکنه، کار سیاسی میکنه. یکی از مهمترین کارهای سیاسی که انجام میشه، به خصوص در جوامعی که توش آزادی بیان وجود نداره، عرض کنم که شایع‌سازیه، جنگ روانیه، هم حکومت میکنه و هم مردم میکنن. چرا؟ برای اینکه آزادی وجود نداره. متاسفانه یکی از نهادهای تاریخی جامعه ایران که به دست مردمان نااهلی افتاده، این سازمان مجاهدین خلق، از مال مسعود رجبی، اون بخشی که مال مسعود رجبی، اون بخشی که مال مردمه رو نمیگم، یکی از وسائل پیشبرد کاراش جنگ روانیه. شما رو توی موقعیت دفاعی قرار میده و اینقدر تکرار میکنه تا تو مغزا نوشته بشه که این مثلا چه میدونم حسن جیبره، حسن نمیدونم به نوامیس مردم چی کرد، حسن دزده، حسن با آخون ساخته. چرا؟ برای اینکه مثلا حسن بهش گفته آقا عرض کنم حضورتون که خوب نیست که یک همچین سابقه و تاریخ و فداکاری که مردم کردن رو ببریم مثلا به این دست آقای جانبورتون. به من از اینکه بگی جنگ روانی فردا صبح شروع میشه و شایع پراکنی. جنگ روانی عرض کنم که کاریه که مردم میکنن، ضد مردم هم میکنن و دلیلش هم نبودن آزادی. هر کسی که دشمن آزادی هست این رو به جامعه تحمیل میکنه. در هر حال اگر آزادی وجود داشت، عرض کنم که اشخاصی که اونجا کشته شده بودن اقوامشون میرفتن به دادگستری شکایت میکردن که آقا اینجا مثلا مردم کاری نکردن، تو قانون اساسی نوشته مردم حق اعتراض دارن، اینا از حقوق اساسیشون استفاده کردن، چرا اینا رو کشتن؟ حسن اینا رو کش صدا کنین، حسین اینا رو کش صدا کنین، محاکمه کنین. مردم تو دادگستری میدیدن کی گناه داره، ولی چنین امکانی برای مردم وجود نداره. چه میکنن و اشخاصی که مجروح شدن، اشخاصی که اقوامشون کشته شدن، به جای یه دونه کشته 100 تا کشته درست میکنن. و البته سیاست‌های خارجی هم ازش استفاده یا سوء استفاده میکنن. بنابراین شایع سازی با اینکه کار بسیار بدیه، تحمیلی ازش به حکومت نسبت به مردم میکنه. اگر آزادی‌های اساسی مردم رعایت بشه، حتی اگه شایع سازی هم بشه، دادگستری وجود داره، محاکمات علنی وجود داره، دفاع وجود داره، روزنامه وجود داره. میمیسه حسن میگه من گناهی ندارم، این سنگ پرت کرد، این اسلحه رو میخواست دستم بگیره، این حمله کرد به مؤسسات عمومی، من ناچار بودم. و عرض کنم که حقایق برای مردم روشن میشه. به نظر من تمام اینها تقصیر مثلا چه میدونم، چرا تو آمریکا شایع خیلی پیشرفت نمیکنه، چرا تو فرانسه نمیکنه، چرا تو کشوری مثل کشور ما تاثیر میکنه؟ برای اینکه آزادی وجود نداره. شایعه فرزند خفقان است، چه نامشروعش و چه مقاومتش، یعنی چه عمل مشروعی که در مقابله انجام میشه. نه اینجا اتفاقایی روش میفته، من دست میزنم درست میشه، مثل نه هیچ اتفاق نمیفته، نگران نباشید، کارهای خوبی داره انجام میده. نگران نباشم، هیچ اتفاق بدی نمیفته. ازم به حضور شما که بذارین بریم به داخل و ببینیم که این وضعیت الان. یه دوستی من قبل از اینکه وارد این موضوع بشم، میدونی مثلا وقتی ما راجع به ایران حرف میزنی تا یه فرانسوی راجع به ایران حرف بزنه، تا فرض کنید که حتی یک چه میدونم پاکستانی، یه عراقی، یه آذربایجانی، حتی کشورهای همسایه ما بخوان راجع به ایران حرف بزنن، طبیعتا دو گونه حرف میزنن. ما
به موضوعات داخل وطن طبیعتا اشراف بیشتری داریم تا یکیسی که غیر است. همین رو تعمیم میدم به این ماجرایی که در میانمار داره اتفاق میفته و این کشتار بیرحمانه در حقیقت یه جور از نسل کشی گذشته، کار به قوم، حذف قوم رسیده، یعنی یه قبیله رو اصلا به کل محوش دارن میکنن. دوستی که اهل میانمار است، روز شنبه دیدمش تصادفا، در یه جایی بودم، اونم اومد و همینجور سر صحبت باز شد از این ور اون ور و او به صراحت تمام گفتش آقا این چراغ سبز این آقاست، این عالی جناب است و گفت همین رفتار رو شما میبینی در مورد فیلیپین و اون رئیس جمهور قصابش که به پلیس اجازه داده هر کسی رو دلشون میخواد با تیر بزنن و اگه از من خوشش نیاد من اول با تیر میزنه، بعد اگه ازش بپرسن چرا، میگه فکر کنم این میخواست بره مواد بخره، فکر کنم میخواست بره مواد بخره و همین حد کفایت میکنه. و اون دوست برمی یا میانماری من به من توضیح میداد که این ماجرا دقیقا از زمانی شروع شد که اون رئیس مملکت ویتنام آمد رفت و این آقا در حقیقت چراغ سبز داده که بزنید نابود کنید اینا رو. و میبینیم که حتی تو این زمینه خانم سانسوچی که جایزه حقوق بشر رو هم برده است و صلح طلب است و اینها هم سکوت، کاملا سکوت و حرفی نمیزنه، نشون میده که یه اتفاقی هم اون ور داره میفته. و دیروزم یا پیروزم در تهران هم یه تظاهرات را انداختن دوباره خودجوش که آی چه نشستید که مردم میانمار رو دارن میزنن. و از یه طرف هم داره میگه که چندین میلیارد تومن شهرداری که چندین میلیارد بدهکار است و پولهای گم شده در آنجا فراوان است هزینه کرده برای اینکه یه اربعینی در کربلا را بیندازد آنچنانی. میخوام از شما در حقیقت بپرسم که این داستان و این ایران نقشش تو این بازی، از طرف دیگه هم میبینیم که سایت العربیه که یه سایت وابسته است به عربستان سعودی، دیگه شایع نیست که این واقع است، یه گزارشی رو پخش کرد روز جمعه. آقا دست میزنی بهش بی خودی ها؟ دست نزن بهش. هیچ درسته آقا، این درسته، هیچ ایرادی نداره، شما عبه میبریش. بله، خب دوربینش رو بستی، همینجوری خوبه، بذاری من تصویرتون رو بذارم، این شما رو اذیت میکنم، بذاری من تصویر شما رو میذارم، همین صدای شما بیاد کفایت میکنه. یه لحظه من اجازه بدید من اینو درست بکنم. بله، چون هم شما رو اذیت میکنه، هی فکر میکنی یه اتفاقاتی داره میفته، دست میزنی بدتر میشه. اجازه بدید من تصویر زیبای شما رو روی صفحه قرار بدم و مشکل رو حل بکنیم. بله، شما صدای منو دارین دیگه آقای روحانی؟ آقای روحانی، آقای روحانی صدای منو داری؟ بله، با پوزش از دوستا. و آقای روحانی صدای من داری؟ صدای شما نمیاد. آقای روحانی صدای من داری؟ آقای روحانی، بله متاسفانه آقای روحانی در سفره و از یه دوستی خواهش کرده این دستگاه آیپد. بله بله، همینجوری نگرش دارین آقا، خواهش میکنم دست نزنی. بله، خواهش میکنم به هیچی دست نزنی. بله میدونم، اشکال از من نیست، اجازه بدین من.
بله، صدای شما هست. شما فقط لحظه تحمل کنین، اجازه بدین من اینو درست میکنم. بله، الان صدای من دارین شما؟ آقای روحانی، متاسفانه نمیتونیم اینطوری برنامه رو ادامه بدیم. با عرض پوزش، من امروز خیلی مشکلات عدیده داشتم و بسیار کسل کننده است این بازی. آقای روحانی، بله، این ارتباطمون وصل نمیشه. عرض کردم که آقای روحانی یه جایی هستن، از یه دوستی خواهش کرده این آیپدشو گرفته، ولی مثل اینکه مسلط نیستن. شما صدای منو میشنوین آقای روحانی؟ نه، متاسفانه. بذاریم بقیه راه رو. قرار کنی اجازه بدین همینجا من شما رو بحث کنم. بله، فکر کنم بتونیم لحظات باقی مونده رو همین گونه ادامه. بله، شما نمیدونم تا کجای مطلب من رو شما در مورد میانمار صحبت میکردیم. بله، عرض میکردم که این دوست میانماری ما به من توضیح داد که چگونه در حقیقت با چراغ سبز آمریکا و شخص عالی جناب پرزیدنت این اتفاقات داره تو اون مملکت میفته، و از طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم که در ایران پیروز هم یه تظاهرات خودجوش دوباره گذاشته بودن، یه عده آدم رو جمع کرده بودن که وا مصیبتا این اتفاق داره میفته و بیایم لشکر بکشیم بریم به اونجا. این در حالیه که میگن که شهرداری هم گفته من چندین میلیارد میخوام خرج کنم در 40 در کربلا، و معلومه که خبرها که پولهای عجیب و غریب هم در شهرداری هم در دوره این آدم گم شده. معاون شهردار گرفتن، چرا خود شهردار رو نگرفتن معاونش رو گرفتن؟ چرا اون مرده دیگه که شهردار بود و براش دادگاه درست کردند و این حرفا، اون رو به خاطر اینکه به معاونینی سکه داده بود 5 سال زندانش کردن، و این آقا رو در حقیقت قالیباف رو هیچ کاری نکردن. حالا مقصودم این وضعیت خرابکاری
و ورشکستگی اقتصادی و این بازی که میگه ما بریم لشکر بکشیم بریم میانمار، چی میبینی صحنه رو؟ میشتم این فرمایش شما. اجازه بفرمایید من قبلا خدمت رو نشت بکنم که من در برنامه های شما قبل از اینکه این حوادث اتفاق بیفته راجع به مشکلات مسلمانان میانمار صحبت کرده بودم. یعنی مسئله رو شاید مثلا 5-6 ماه پیش که گفته بودم اخبار عمومی جهان نسبت به مشکلاتی که برای مسلمانان وجود داره یه اطلاعی میکنه، بی توجهی میکنه. دلیلش هم این فعالیت های تروریستی گوناگونی هستش که از جمله دولت جمهوری اسلامی انجام میده و تروریست های دیگه مثل داعش انجام میدن و بیش از همه جمهوری اسلامی. یه همچی چیزی رو مثلا فکر میکنم 7-8 ماه قبل بهتون گفتم، ولی برای اینکه مسئله میانمار رو بشناسیم اصلا بایستی بدونیم که قبل از این که این خانم بره در اون کشور یا کشور مثلا یه حالت چیزی پیدا کنه، یه حالت دموکراتیک که نمیتونم بگم، یه حالت انتقالی جدیدی پیدا بکنه، عرض کنم اونجای تو که 11 نیروی گوناگون مشغول جنگ با حکومت مرکزی بودن، از جمله همین مسلمانان هم مسلح بودن. و این که من تصور این که دولت آمریکا عرض کنم منفعتی در ایجاد چنین آشوبی در اون منطقه داشته باشه ندارم. دلیلش اینه که دلیلی وجود نداره که مثلا اینا بخوان همچی کاری بکنن. برعکس من این رو از نتایج عرض کنم که جنبش ارتجایی اسلامی میدونم که مرکزش تهرون، ممکن اصلا تأثیرات مستقیمی در میانمار اینا نداشتن. اگه اولا تعداد شیعیان میانمار خیلی کمه، همه اینا سنی هست و اینا ضد سنی هست. بعد هم عرض کنم الان که شما نگاه میکنید بلافاصله توجه کنید به اینکه هفته گذشته در پاسخ نامه اون رهبر سنی های زاهدان خامنه ای عرض کنم تازه متوجه شد که تو قانون اساسی نوشته اینا مسلمان اینا رو اذیت نباید کرد و از این حرفا. یه سری انشاهایی هم اون نوشته در اونجا، ولی کوچکترین بحثی در مورد این که به درخواست های اینا توجه کنه حاضر نشد انجام بدین. حتی در تهران هم که این به نظر من بزرگترین شهر سنی نشین ایران تهران، برای اینکه این مردمان حاشیه مرزهای سنت سنی هستن به علت فقر و تنگ دستی و اینا آمدن تو حاشیه شهر تهران، کلی سنی داریم علاوه بر پناهندگان افغانی کلی عرض کنم بزرگتون که کرد داریم، بلوش داریم، عرب های سنی داریم که اینا تو مناطق مرزی اولا مدت زیادی در اون مناطق جنگ بود، ناامنی بود، الان توی بلوچستان کار پیدا نمیشه، همیشه از بلوچستان مهاجر فرست بود. بگذاریم عرض کنم که کوچکترین امتیازی به اینها در اونجا داده نمیشه و کلی براشون مشکلات ایجاد میشه. ضمناً فرصتی هستش که این توسری خوری که اخیراً داشتن شاهرودی رفته به عرض کنم که عراق برای دیدن آقای سیستانی، نپذیرفتدش. هیچ وقت سیستانی در این سالا این کار رو نکرده بود. نماینده خامنه‌ای نپذیره، رضایی رفتش نپذیرفت، آقای مرتضی صدر نپذیرفت اینها رو. یعنی که اینها حتی بین شیعیان هم به طور علنی، شیعیانی که زیر سلطه مستقیم اینا نیستن، عرض کنم وجود رو جرأت کردن بگن نه به اینا. بنابراین بایستی یه جایی این آقای شلوغی را بندازه و نیاز داره به این شلوغی. اولا این شلوغی خب محل دوری نسبت به جایی که اینا بایست کنم میتونم برم دست اندازی بکنم، ولی با ترکیه مثلا آقای روحانی زنگ میزنه به آقای اردوغان، آقای اردوغان میشه رئیس مدافعین سنی. اردوغان هم احتیاج داره به سر و صدا و شلوغی و استفاده از تحصیلات مردم. اینا هم الان برسکنم که بسه ماه محرم بهترین موقع است که سینه بزنن برای میانمار. بنابراین یک به نظر من واقعی که در اون کشور اتفاق میفته ریشه های قدیمی تری داره، اختلافات قدیمی تری داره. دو سرکوبی شدیدی که در اونجا شده، به خصوص این که میگن اینها رو از ملیت خودشون کردن
خلق قلب ملیت کردن از اینها. اینا یه عرض کنم یه 2 میلیون نفر آدم هم که میگن اینا ملیت ندارن. در همین مدت کوتاه اخیر قبلا 130,000 نفر فرار کرده بودن، رفته بودن به بنگلادش، این مدت 2 برابر شد تعداد اینها و این مصیبت بزرگتری ایجاد میکنه برای کشور بنگلادش که هیچی نداره. بنابراین یه عرض کنم که این مصیبت ها انواع اقسام مصیبت هایی که این بر اون بر دنیا ارتجاع و در رأس اون جمهوری اسلامی عرض کنم به راه انداخته، یه دخون جدیدیه، یه یمن جدیدیه، نمیدونم یه لیبی جدیدیه، یه بدبختی جدیدیه برای بشریت. خود من تصور نمی کنم که دولت های بزرگ از جمله دولت آمریکا چراغ سبز داده باشن که برن میانمار مسلمان رو بکشن. اگه منفعتی وجود داشت شاید چنین کاری میکردن، ولی چه منفعت مستقیمی از این کار برای اینا وجود داشت؟ من آقای روحانی اینو عرض کردم، چنین دلیلی وجود داشت، نه اینکه بگید این هم صحیح نه. آقای روحانی صدا منو میشنوی؟ عرض کردم بله. در مقدمه زارن اون تیکر رو شما نشنیدین، من در اونجا هم عرض کردم چنانچه ما راجب مملکت خودمون اگه حرف میزنیم بریم این رو به یه فرانسوی، حتی به یه نمیدونم عراقی، به یه پاکستانی بگیم، او شاید نپذیره و مثل شما دلیل بیاره که آقا نه من دلیلی برای این قضایان نمیبینم، بلکه اینگونه است و آنگونه. ولی ما که خودمون تو مملکت ریشه داریم، اطلاع داریم، نگاهمون به داستان نگاه دیگره. من از این منظر این مطلب رو مطرح کردم که اون میانماری که خودش در حقیقت یک فعال است و اهل اونجا، او این داستان رو نقل کرد. بنابراین چون اون آدم لوکال و محلی است، حرفش قدری برای من میتونه اعتبار داشته باشه. اینو فقط از این جهت خواستم به عرض خواهش میکنم. بفرمایید. بله. عرض کنم حضورتون که من متخصص میانمار نیستم. بنابراین اگر یه متخصصی یه نظری داشته باشه میخونم. البته حرف شما کاملا درسته که مثلا اینایی که میرن ایران مقاله می‌نویسن اینا همشون سونیت ندارن که. اینا میرن مثلا وزارت اطلاعات به اینا میگه برو فلان خیابون، برو فلان جا، دورشون آدم گرفته، یه جایی میرن یه چیزایی میبینن، ایرانی ها خیلی خوبن، نمیدونم دماغشون عمل میکنن، به سونشون عمل میکنن، نمیدونم شبا با هم دیگه میرن میرخصن، موهاشون بیرون میندازن. اینا تا نمیرن حاشیه شهرها مثلا گرسنگان کشور ما رو ببینن. همین هفته گذشته اینجا دوست بزرگواری برای ما یه مقداری اسناد فرستاد که مقامات وزارت بهداری، معاون وزارت بهداری، حالا اسمش هم درست یادم نمیاد، معاون وزارت بهداری اعلام کرده که 50% مردم عرض کنم گرسنگی شکمی دارن و 30% مردم گرسنگی سلولی دارن. گرسنگی شکمی یعنی اینکه نیمه خالی هم به طرف مربوطه نمیاد که غذا بخوره شکمش پر بشه فقط. این بهشونه گرسنگی شکمی، گرسنگی سلولی و گرسنگی میگن که مواد غذایی کافی به بدن طرف مربوطه نمیشه، این لبنیات نمیتونه بخوره، عرض کنم حضورتون که گوشت نمیتونه بخوره، میوه‌جات نمیتونه بخوره. بنابراین اینا که نمیگن این که اشخاص رو ببینن، نمیگن این اطلاعات رو راست میدید، این چیزایی که مربوط به جامعه خودمون حتما ما بهتر از همه کارشناسان میشناسیم و میدونیم، احتمالا حتما اون آدم از من بیشتر میدونه. ولی من باید بفهمم که آقای ترامپ برای چی با ارتجاع جهانی همکاری میکنه و در اونجا مصیبت ایجاد میکنه. اینو من میدونم که قبل از اینکه همه این اتفاقا بیفته در اون کشور جنگ بین 12 دسته بودن، همه اینا مسلمان نبودن، یه بخشی اینا مسلمان بودن که جنگ میجنگیدن با دولت. بنابراین سوابق در اون کشور وجود داره و عرض کنم حضورتون که رفتاری هم که اینا کردن در تاریخ بی سابقه هستش که مردم رو از ملیتشون یا میگن شما مال این کشور نیستون. اصلا این عمل خلاف از تمام اصول حقوق بین المللی که انسان رو از هویتش محروم بکنه، از ببخشید از تابعیتشون محروم بکنه. حالا جالبش این هستش که این آقای رئیس کارخانه چسب هل
اعلام کرده که 10,000 تا از اینا رو من استخدام میکنم. همون آدمی که گفته بود کارگران نماز نخونن 120,000 تومان 246,000 تومان بدن و سر صدا شده بود و اینا، عرض کنم حضورتون که اعلام کرده 10,000 تا رو من استخدام کنه. این چه مؤسسه ای که میتونه 10,000 نفر رو استخدام کنه؟ بویگم بخواد 10,000 نفر استخدام بکنه کلی بایستی امکانات فراهم بکنه. حالا جالبش اینه که متأخری هم میگه که بدون جنگ نمیشه، باید بریم اونجا بجنگیم. و اینا به هر حال اگر هم موفق نشن که کمکی بکنن به مردم میانمار، حتما موفق نشن، حتما بعد شرایط بدتر خواهند کرد. عرض کنم حضورتون که از این مسئله برای قوا سالاری، برای توجه جامعه رو به مشکلات کم بکنن، برای اینکه نمایندگی بکنن ارتجاع جهانی رو، حتما استفاده خواهند کرد. و بی‌دلیل نیستش که شهرداری تهران که این همه بدهکاری داره در فکر این باشه که میلیاردها مثلا برای عزاداریه در عراق خرج بکنه که مثلا سینه بزنن، زنجیر بزنن، قمه بزنن برای میانماری ها. اینا از کنند که قوقا سالاری این حکومت این کار است و آخونبازی دیگه میکنن، از این کارا میکنن. آدم هایی که میتونن بدن نمیدونم دختر آمریکایی و زن آمریکایی که به سیغه هم نداره، اصلا از این کارا میتونن بکنن. معلمین آقای دکتر یزدی. بله، اما عرض میکردم که در یه شرایطی داریم به سر میبریم که صدای منو دارین شما آقای روحانی؟ بله بله، من صدای شما میشنوم. ممنون. گفتم که سایت العربیه که وابسته است به عربستان و متعلق به اون کشور است، یه گزارشی رو، فیلم مستندی رو تهیه کرده تحت عنوان اینکه ایران در ماجرای 11 سپتامبر نقش اساسی رو بازی کرده، اصلا ایران بوده، عربستان نبوده، در حالی که تمام دلایل و پرونده ها بر این روند حرکت کردند و معلوم شدند که عربستان نقش بنیادی تر اون داستان داشته و کار داشت بالا می گرفت که بالاخره یه جوری فعلا به مآق توقیف رفته و راجبش حرف نمی زنن. و این و سایت عربیه داره میگه که یک بخش دوم هم داره راجع به این ماجرا و این اختلافاتی که وجود داره و اینکه ایران رو حتی آقای ترامپ معتقده که باید با هم عرب‌ها در این شرایط آشتی کنن، قطر و اینها همه متحد بشن که بر علیه ایران بشن. میخواستم راجع به این وضعیت از زبان شما بشنوم، ببینم که چگونه میبینید رفتار آقای نتانیاهو، رفت و برگشتش به مسکو و اینکه داعش خلعش رو جمهوری اسلامی داره پر میکنه. و باز هم یه مطلبی بود تحت عنوان اینکه ایران در سوریه با اسرائیل جنگ خواهد کرد. خواستم ببینم این شرایط رو چجوری تحلیل میکنید. بفرمایید تا بشنم. اجازه بدیم من قبل از هر چیزی بگم که آقای ترامپ کارهایی که نباید بکنه خیلی زیاد میکنه، کارهایی هم که باید بکنه نمیکنه. این در مورد آقای ترامپ. این که العربیه بیاد یه همچی پرونده برای آخونده درست بکنه، یه امر خیلی ساده برای عربستان سعودی اصلا چیزی نیست که مثلا چون 50 میلیون دلار خرج بکنه، 20 میلیون دلار خرج کنه، همچین با پای را بندازه. اینا عرض کنم که وقتی میبینی هفته گذشته یه مؤسسه معتبری رفته تحقیقات کرده، آمده اعلام کرده که آذربایجان 3 میلیارد تقریبا 3 میلیارد دلار در عرض 2 سال حق حساب داده، این برادر لابی رو انداخته که مثلا وضع حقوق بشر خودشو چی نکنه، به وضع حقوق بشر اونجا افشا نشه چه نشه. وقتی که یه همچین گزارش رو میخونیم متوجه میشیم که عربستان در این زمینه چه کارهای عظیم میکنه. این همین کار خیلی کوچیکیه که اینا میکنن و تابعی از متغیر سیاست خارجیشون.
آخونده یه عقب نشینی کردن، باعث خوشحالی من شد، گفتیم تنش داره کمتر میشه، به نظر میرسه که عقب نشینیشون خوب بود، رفتن مکه و دیگه نمیدونم علیه آمریکا و نمیدونم علیه اسرائیل نابود میکنیم اینا، نکنن سرشون گوشن رفتن و برگشتن. عربستان سعودی هنوز راضی نیست، حتی قراره که قرار بوده مژده دادن که میان میرن برای دیپلمات ها اینا برن، دیپلمات ها اینا بیان، که اتفاق افتاد که آقای ظریف هم اعلان کرد که ما دست دوستی راز میکنیم نمیدونم دوست میشه اینا، آقای عجبه اینو مسخره کرد، این کلمه این هستش که صحبت از اصلاح روابط مرسکه، مسخره است. این کارهایی که اینا انجام میدن کارهایی چی دیگه؟ کارهایی همه مثلا جنگای روانی که عرض کنم وجودتون انجام میشه، بنابراین اعتبار و اهمیتی این قبیل کارها نداره. صدای ما به شما میرسه ها؟ عرض کنم وجودتون که نه مهم نیستش اینا کارهای روانی علیه هم دیگه میکنن، اونا هم از همین کارها میکنن، آخوندان میکنن، ولی مسئله که خیلی خیلی اهمیت داری این هستش که امروز آقای رئیس این پی اتمی اعلام کرده، آقای رئیس آژانس اتمی اعلام کرده که برای ما سایت نظامی غیر نظامی نداره، یعنی این حرفی که آخوندها زدن گفتن نه اجازه نمیدی و اینا، اصلا اینو جلوشو گرفته که از نظر ما اجازه داریم این کار رو بکنیم و این کار رو خواهیم کرد، ولی در این حال هر کنم حضور تو که اگر به خاطرتون باشه در هفته گذشته صحبت میکردیم در مورد این که این رفتاری که در مورد رفتاری که در این مورد اینها شروع کردن نشون دهنده این استش که اینا از راهی پیدا کردن، یه تفاهمایی پیدا کردن برای اینکه برن بتونن اقدام بکنن، یعنی برن برای کنترل. خود امروز هم اعلام کرده کنترل سایت ها، امروز هم اعلام کرده رئیس همین خانم هیلی مال ملل متحد، نماینده آمریکا در ملل متحد اعلام کرده که حتی اگه ما چی بکنیم تصدیق نکنیم که اینا مطابق قرارداد عمل کردن، به معنی خروج ما از عرض کنم حضورتون که برجام نیست، ما اعتراض میکنیم به اینکه اینها، بنابراین به نظر میرسه که یه تفاهمی تونستن در این زمینه به 5-1 انجام بشه، برای اینکه مشکلاتی که روزها این روزا باشتر به دست بگیری من هستن، مشکلات واقعا جدیه توی این روابط بین المللی، و از طرف آقای ترامپ هم خیال میکنه که هنوز از این جنرال از جنرال دست میده که جهانو میدونم اینا آمریکا تولید ملیش به اندازه تولید سراسر جهان میده، حالا یه رقبایی پیدا شده توی میدان، حالا بعد از جان این بخواد ادای از جهانه در بره، حالا مثلا 20% تولید جهان رو نداره آمریکا، حالا رقبایی مثل اروپا داره، بنابر این کاری ده که آقای اوباما کرده بود یا تلاش کرده بود برای اینکه تفاهم ایجاد بکنه جمع، این کاری که آقای اوباما کرده بود برای اینکه تفاهم ایجاد بکنه کار بسیار مهمی بود در روابط بین المللی. صدای من میاد؟ به شما میرسه؟ با از کنم حضورتون که به نظر میرسه وزارت خارجه آمریکا موفق شده که این مسئله رو ببره و تفاهم های ایجاد بکنه، این که رئیس آژانس اتمی میاد اعلام میکنه که برای مقصایت نظامی و غیر نظامی نداره، خب یه چیه بزرگیه برای دولت آمریکا. این که واقعیت هم نشه که دست زدن به برجام مسائل بزرگی ایجاد میکنه، این آقا که رفته بود تاره میکنه آمریکا نمیتونه
ممکنه پاره بکنه، روزی حواس بکنه که بدون چه جان گرفتاری بشه، شکل گرفتاری داخلیش رو حل بکنه، افکار اونه متوجه جای دیگه بکنه، مثلا جنگ را بندازه. آره این کار میکنه. وقتی هم که جنگ را انداخت اروپایی هم یه جوری باره پیدا میکنن نابوزی تن در میدن و این که دفاع اروپا دست آمریکا است، دست ناتو. بنابراین ارز کنم حضورتون که به نظر میرسه که اینها دارن میرن به طرف فشار آوردن بیشتر به آخوندها. ضمنا همین هفته گذشته اعلام کردن که هیچ یک از بانک‌های جهانی یا بانک‌های بزرگ جهانی هنوز حاضر به حل و فصل مشکلاتشون با آخوندها نشدن، یعنی روی همون قرارداد مربوط به تولسویی کار به جایی رسیده که چینی‌ها هم حساب شرکت‌های ایرانی دارن می‌بندن. اسم بانک‌های بزرگ چینی وجود داره که اعلام کردن که ما نمیتونیم این حساب رو نگه داشته باشیم. باز هم این چینی ها که مثلا 15-16 میلیارد دلار، 20 میلیون تن، 18 میلیون تن، 16 میلیون تن مواد پتروشیمی خریدن، عرض کنم حضور تو که پولا رو الان در حدود چندین ماهی که پولا رو اینا ندادن. بنابراین ما میدونیم که کارانی که برجام برای عرض کنم هم قدرت آخوندها تا کنون انجام داده به نظر من خوب بوده. یعنی من بر همین بر اون نظری که قبلا توی بیشتی تا مقاله و مسائله اینا گفتم به همون رو قبول دارم. فکر میکنم برای حفظ سلو جهانی، برای اینکه آخوندها رو خلق بکنم، بایستی که عرض کنم این حرکت دلارهای نفتی رو در دست سپاه پاسداران و آخوندها و موشک پراکنها اینا بردارن و فکر میکنم که در این زمینه تا کنون موفق بودن. بسیاری از کارهایی که آخوندها دارن میکنن حالتهای دفاعی داره، اون حالتهای افکار تهاجمیش رو از دست داده. از جمله من تصور میکنم که اینها ناگزیر خواهند شد با توجه به حملهی که در هفته گذشته اسرائیلی ها کردن به یه محلی که میگن اینجا ایرانی ها کارخانه موشک درست کردن، کارخانه نمیدونم که البته دلیل زیادی هم وجود نداره برای این مسئله که اونجا مرکز تجزیه مواد شیمیایی و از این حرفا بوده. به هر حال اینا یه حمله کردن و بمباران کردن یک بخشی از تاسیسات نظامی سوریه رو و این معنا شمارت از این است که اینا رفتن به استقبال عرض کنم آخونده. این به نظر من نه به نفع اسرائیل، نه به نفع سول منطقه است، نه به نفع مردم هست. کار خطرناکیه و شاید بیشترین آدم مهمترین آدمی که ازش استفاده میکنه شخص ولی مطلقه فقیه. البته آقای نتانیاهو حتما خبر دارید که خانومشون همین روزه باید بره دادگاه محاکمه بشه به خاطر کارایی که کرده. خودش هم پرونده فساد داره و شرایط خوبی نداره. یا که کارایی یه مقداری مشکل سیاسی روزمره شو تخصیص میده، تم میکنه. بنابراین من تصور میکنم که این اقدام اخیر ارتش اسرائیل برای حمله به سوریه ناشی از بن‌بست‌ها و گرفتاری‌های سیاسی شخص آقای نتانیاهو هست و این برای صلح خطرناکه. من اون حرفایی رو که رئیس جمهور سابق اسرائیل زده به مدیر یکی از این روزنامه های بزرگ که من گفتش که بعد از مرگم چاپ کنید، گفت من سه بار گلو نتانیاهو رو برای حمله به ایران گرفتم. اون حرف رو درست میتونم و یه مقر سیاسی خوبیه برای سریجان ایجاد میکنه و اینا. ولی خب من فکر میکنم که مسائل بزرگی برای بشریت و برپا میکنه، دست تروریستای اسلامی رو باز میکنه در سراسر جهان. بسیار سپاسگزارم آقا. متاسفانه امروز با مشکلات عدیده مواجه بودیم، منو میبخشید، ولی از اینکه مهر کردید و در این شرایط هم ما رو تنها نگذاشتید از شما ممنون و سپاسگزارم. به برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم
روزها و لحظات رو میشموریم تا دوشنبه دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون و سپاسگزارم جناب روحانی. از شما سپاسگزارم. مشکل وجود نداره، همیشه دنبال راه حل باید بود، همه اینها حل میشه و روزی روزگاری مردم سرد خواهند گذاشت و زحماتی که شما برای در همین فعالیت هایی که من با کمال خوشحالی که می کنم فعالیت های سیاسیه برای این روزی عرض خواهند گذاشت و از این که روشنگری می کنید از شما سپاس گذارم و اجازه بدید که در این شرایط سخت و سنگین برای هموطنانم اون شعار معروف اتحاد مبارزه پیروزی رو یک بار دیگه تکرار کنم. پیروز باشید. خدا حافظ. خیلی ممنونم از شما، سپاس گذارم. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای روحانی رو. امیدوارم این صحبت ها هم کمکی بکنه به ما برای روشن شدن و رسیدن به واقعیت. از همه مهر و محبت شما هم سپاس گذارم. این نکته هم توضیح بدم، این تصویر پشت سر من کار یکی از میهن یاران عزیزمونه، آقای بهزاد، که برای من روز جمعه فرستاد، گفت این رو رفتم دم آب یه عکسی برات گرفتم میفرستم. ما هم گفتیم حتما این عکس رو در روز دوشنبه ازش استفاده خواهیم کرد. از مهر آقای بهزادم ممنونم، از همه همراهی و همدلی شما نازنینان سپاسگزارم. مثل همیشه دعوت میکنم اولا در معرفی میهن تیوی کوشا باشید، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. در ضمن این لینک های برنامه که تو شبکه های اجتماعی قرار میگیره، شما با عضویت در هر کدوم از این شبکه ها، هم از کانال تلگرام و یوتیوب و فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس، میتونید که این لینک ها رو دریافت کنید. آسان ترینش اینه که به فیسبوک بیاید، لایکی بزنید، عضو صفحه ما بشید. لینک ها که در اونجا قرار میگیره برای شما هم ارسال میشه. شما هم میتونید در حقیقت با فشار دکمه شیر این رو برای دوستانتون برسونید. اون کانال تلگرام که در این لحظات در ایران قابل دسترسی است، علی خصوص اون فایل های صوتی کم حجمی که اونجا قرار میگیره، اون رو به دوستانتون معرفی بکنید. این مشکلات همونطور که آقای روحانی گفتن حل شدنی است، اونم نیازمند همراهی و در حقیقت همفکری شماست. ما نیازمند کمک مالی هستیم. در این زمینه خواهش میکنم مددرسان باش، اگر میتوانی طرحی داری میتونی کمکی بکنی، دریغ نکنی. بازم ازت سپاسگزارم. درنگی میکنیم و ادامه برنامه را در خدمت شما نازنینان دنبال خواهیم که همراه ما باشید. متشکرم.